درود مجدد میفرستم خدمت همه شما عزیزان. در قسمت قبل دیدید که ما به چه صورت دسته‌بندی های خودمون رو اینجا آوردیم. دسته‌ای که انتخاب شده بود رو میخوایم اینجا قرار بدیم، سردسته اون دسته انتخابی اینجا و سایر زیر دستای اون سردسته رو در این قسمتی که میبینید به صورت بولد شده نمایش داده بشه. خیلی خوب بچه ها، اگرچه من میتونم این سردسته، اسم سردسته و زیر دسته رو با ویو بگ از کنترلر خودم انتقال بدم، ولی چون یک امکانی رو به شما یاد دادم که برای اولین بار بود در این دوره داشتیم ازش استفاده میکردیم، میخوام دقیقا از این امکان استفاده کنم. یعنی یک کاتگوری که فقط در نهایت ما اسم رو ازش نیاز داریم و من این کار رو انجام بدم. خب ما یه دونه اسم خود سردسته رو میخوایم، یه اسمم برای در واقع زیر دسته انتخاب شده میخوایم. پس من یک اینترفیس دیگه مینویسم. بازم میگم میتونیم با ویو بک خیلی راحت اینها رو بفرستیم، ولی من چون میخوام در واقع بهتون بگم هیچ محدودیتی تو این ویو مدل نیست و میتونید خیلی راحت ازش استفاده کنید. اینجا میام در آیتم کجا بود؟ خب یه در واقع گت کاتگوری داشتیم. خب این که نیازی نیست، همین گت کاتگوری درسته، ولی کافیه اینجا بیایم بگیم که گت کاتگوری ما آیدیش مساوی آیدی باشه. البته این نه، عذر میخوام، اینجاست کوش، آره گت کاتگوری اینجا بگیم آیدی مساوی آیدی باشه، امکان پرنت هم به ما حالا بده. خب دوستان تا اینجا درست، من یه سیو این رو میبندم، میام سراغ ویو مدلم. اینم بچه ها فعلا باش کار ندارم، میبندم میام سراغ ویو مدلم، پوزش میخوام. خب سرچ کجاست؟ کاتگوری ویو مدل. خب اینجا من یه کاتگوری دارم که در واقع گفتم فیل کاتگوری با آیدی، اینو میگم که فیل، یا آره فیل در واقع parent category، یه دونه اینش هم میخوام fill select category. خب کاتگوری انتخاب شده، یه دونه از هر کدومشون به من بده، یه اسم بده. بازم تاکید میکنم روش زیاده، من فقط به خاطر اینکه این امکان جدیدی که اینجا داریم کار میکنیم و به شما عزیزان توضیح بدم. خب اینجا یک get category by id شد که آیدی که داره میاد، این آیدی هم که میخواد بیاد بچه ها مهمه، آیدی چی باشه، آیدی کی باشه، الان بهتون میگم. میام سراغ ویو مدل، کجا بود بچه ها؟ ساب منو. خب میگیم آیدی خودش رو بده، آیدی پرنت رو نده، آیدی خودش رو بده، یعنی همونی که انتخاب شد. ببینید به فرض مثال من میام اینجا ایسر، آیدی ایسر هست 1048، پایین داریم میبینید سمت چپ لنوو هست، در واقع البته پرنتش 1048ه، باید این پرنتی اومده 1048 هستش، باید صفحه رفرش بشه که ببینید. میخوام آیدی خودش بیاد. خب پس میام اینجا میگم اینجا آیدی خودش اومده، در نتیجه اول خودش رو بگیر، بعد لیستی از پرنت هاش باید بدی، یعنی از کاتگوری دات پرنت آیدی، درسته؟ خب اینجا میگه نال پذیر، مشکل پیش میاد، ما یه کانورت تو اینت 32 میذاریم، میگیم آقا اینم از این کاری بهش نداشته باشه. و دوباره یک کاتگوری از جنس، حالا مثلا اینجا میگم پرنت کاتگوری مساویه با این میشه از temp dot دوباره get category که میگیم از category، این بار parent id که این هم یه دونه convert to int میخواد، بفرمایید اینم برای شما تموم. خب اینجا fill parent category میشه از parent category dot name، دیگه چی داریم؟ عذر میخوام، میشه خود parent category،
اینجا view model dot fill select category میشه خود کاتگوری. ببینید دوستان چقدر راحت. من حالا میام سراغ نمایشش. اینجا دسته انتخاب شده کدومه؟ اوکی. دسته انتخاب شده از @sign model dot select کاتگوری کجاست بچه ها؟ فیل selected category dot name. سردستش چیه؟ از مدل. ببینید چه امکان خوبیه، خیلی راحت میتونیم باش خیلی کارها انجام بدیم. فیل parent category dot name. حالا بچه ها یه مشکلی هست که ببینید چقدر راحت میتونیم حلش کنیم. من میام اینجا اصلا کلا این رو میبندم، یه بار دیگه رفرش میکنم ببینید چه اتفاقی میفته اینجا. خب رفرش ما داره انجام میشه. میام سراغ کالای دیجیتال. به فرض مثال اینجا لنوو رو انتخاب میکنم. 1054 1054 ببینید شد لپتاپ کاملا درست، یعنی سردستش رو نشون داد. خودش که انتخاب شده بود لنوو بود، اینجا بقیه نشون داد، ولی دیگه لنوو رو نباید نشون بده، بعد بقیه اون چیزایی که انتخاب شده بود رو نشون بده. انتخاب این در واقع نشده و زیر دسته لپتاپ هست رو نشون بده. اوکی؟ من میخوام به این صورت کار بشه. خب میتونستیم بریم حالا اینجا مثلا لپتاپ بذاریم، اینجا سردستش رو بذاریم. من نمیخوام این کار رو بکنم. سناریو رو توضیح دادم بهتون. حالا شما با هر سناریویی، الان من چیزی رو دارم به شما عزیزان آموزش میدم که هر سناریویی داشته باشید اینجا خیلی راحت میتونید پیاده سازی کنید. خب بعد بگیم این فیل کاتگوریز که میکنی یه ور بذار. ور کاتگوری هایی که آیدیشون مخالف با این کاتگوری که آیدیش مخالف با از مدل دات فیل سلکت کاتگوری دات آیدی. ببینید چقدر راحت یه شرط دادم دیگه، نمیخواد برید واسش کوئری بنویسید، کاری بکنید، اینترفیس بزنید. خیلی راحت اینجا میتونید در واقع یک شرط به اون کوئری خودتون، کوئری در واقع خودتون که قبلا نوشتید توی اینترفیس سرویس اضافه کنید. من یه رفرش اینجا رو میکنم، دیگه انتظار دارم لنوو اینجا نباشه. ببینید چه اتفاقی میفته. بله به درستی داره کار میکنه. خب یه بار دیگه بچه ها بیام یکی دیگه رو انتخاب کنم، مثلا فرض کن ایسوس رو این بار انتخاب میکنم. ایسوس اومد بالا دیگه، این پایین نیست. یا اصلا میام لوازم آرایشی. ببینید آرایشی، لوازم آرایشی انتخاب شد، لوازم برقی. اگه لوازم برقیش رو بزنم اینجا به این صورت کار میشه. حالا این تمام چون زیاد میشه میتونید اون تارگت بلانک رو نذارید، البته که من گذاشته بودم. خیلی خوب تارگت بلانک کجاست؟ اینجاست. میتونید مثلا این رو نذارید به فرض مثال، این رو تمام رو زیاد میکنه، نمیخوام، نیازی بهش ندارم. خب این تا اینجا. بیایم حالا سراغ لیست محصولات. محصولات رو کجا نشون بدم؟ خیلی خوب فعلا فقط میخوام محصولات رو بیارم، بعد تکمیل میکنیم. مثل اینجا که اول آوردیم دیدید چه اتفاقی داره میفته، بعد در واقع به سرور وصلش کردیم. چون اگه بخوام یه جا همه کد های HTML رو بنویسم یه مقدار ممکنه از حوصله خارج بشه. خب دوستان عزیز من کجا بیام این رو بنویسم؟ UL که بسته میشه، من باید این سایدبار هم بسته بشه. حالا زیر این سایدبار دوباره میتونه چیزای دیگه قرار بگیره، فعلا ما کاری نداریم. و دایو جدیدم باز میشه. کلاس. خب الباقی چیزایی که مونده، ما LG نقطه دیگه داریم چون ستا رو داده بودیم. سه چهارم صفحه برامون میمونه. توی MD 6 تا برامون، عذر میخوام 8 تا برامون میمونه. SM هم 12، XS هم 12. خب این تا اینجا میگم شما به پول لفت باش که بهش فلوت لفت دادم توی استایل ها که میبینید دیگه. حالا من جلسه قبل گذاشتم استایل ها رو.
اینم از پول لفت که یه کلاس خود بوتستراپ هم البته هستش. این پول لفت من میگم که کلاس JS Products رو بگیر. خیلی خوب. یک دایو اینجا ایجاد میکنم، کلاس لیستینگ رو اینجا میذارم، لیست پروداکت ها. خیلی خوب، اینجا بچه ها باید چیکار کنم؟ باید ULLI های خودم بذارم، محصول توش قرار بدم. UL که UL من خودش کلاس لیستینگ آیتم میگیره. کجاست لیستینگ آیتم که نوشته بودیم؟ و دیگه حالا الای ها رو داریم که من اینجا قرار میدم. توی این الای ها حالا دایف ها میاد که تامنیل های محصولامه. حالا میبینید به چه صورت هست. یه سری محصول من گذاشتم که ببینید با عکس. دیسپلی البته باید توی استایلش من اینو بدم، میگم دیسپلی بلاک و حالا میام سراغ باکس های محصولم. به ازای هر محصول من یه باکس رو میخوام داشته باشم. پس فور ایچ رو میذارم، میگم میای از مدل به سراغ فیل پروداکتس که فعلا هیچ فیلتری روش نیست. همه محصولا فکر میکنم 3 تا یا 4 تا محصول داشته باشیم. خب دایو کلاس میگم از اون در واقع 3/4 صفحه که داری، تو اون 3/4 میخوام 3 تا ستون محصول نشون بدی، حالا هر تعدادی که میخواید. با بوت استرپ اینو کنترل کنید. به فرض مثال وقتی من 4 بذارم برای MD، برای البته اول LG میذارم، 4 3 4 تا 12 تا از اون 9 تا رو به خودش اختصاص میده. خب MD دوباره 4 برای صفحه XS و SM هم 12 میذارم و اینجا پول رایت کجاست؟ اینجاست. خیلی میام داخلش دایوی قرار میدم، میگم کلاس پروموشن باکس یا همچین کلاسی فکر میکنم داریم. خب داخل این کلاس دوباره یک دایو میذارم. این برای چیه؟ میخوام فروشنده رو نشون بده بهم. وقتی که موسم میره روی یک باکس محصول، اسم فروشنده اون محصول بیا، چون فروشگاه ساز ما اینجا گذاشتیم، یعنی فروشنده های مختلفی میتونن این محصولات رو بفروشن. اینجا کلاس پروداکت بذارید پیدا کنم اسمش رو، آره سلر دیتیلز. اوکی خب با یک اسپن، با یک اسپن من میام کلاس بهش پروداکت مین، آره مین سلر اینجا هست بچه ها، بهش میدم و میگم فروشنده دو نقطه. خب فروشنده کیه؟ بچه ها باید یه اینکلود دیگه هم بزنیم، من نزدم، اون اینکلود رو هم بذارید بزنیم. توی تمپ گت پروداکتس رو پیدا کنید، گت پروداکتس اینجاست، اینکلود داشت به این دوتا، باید به استورم اینکلود بخوره که من اسم فروشنده یا هر مشخصاتی که میخوام رو بگیرم. اینجا میگم به استور هم شما اینکلود میشی. پس خیلی راحت اینجا میتونم بگم از آیتم دات استور دات نیم، این میشه اسم فروشنده. خب بذار یه چیزی رو من نگاه کنم، من توی استور هام چی دارم؟ فروشگاه تست یک. الان هر چی محصول داریم برای این فروشگاه تست یکه. حالا مثلا به فرض مثلا من اسمشو میکنم فروشگاه همراه اول، نه خب یه اصلا یه چیز دیگه میذارم همین باشه. حالا نمیخوایم تبلیغ کنیم بچه ها، یه وقت اشتباه پیش نیاد. خب حالا چیکار کنیم؟ میایم و در واقع یه کار دیگه باید من اینجا انجام بدم. خب از این خارج میشم، از این در واقع پروداکت سلر البته خارج میشم، میام و یک تگ A قرار میدم. میخوام ایمیج هم رو بذارم، ولی این قابلیت رو بذاریم
که روی عکس هم کلیک بتونه به جزئیات محصول بره. فعلا جزئیات محصول ندارم، پس لینک رو به جایی وصل نمی کنم. توی این تگ A میام کلاس در واقع باکس ایمیج رو بهش میدم و توش حالا تگ ایمیج رو میذارم. خب ایمیج ها کجا میرفت ذخیره میشد؟ تو www root images product، درسته؟ پس اینجا بدیم، میگی میری توی ایمیجز، میری توی product، کدوم ایمیج رو نشون میدی؟ از item.img، بله این ایمیج رو نشون میدی آیه عزیز. و اینجا حالا alt هم بهتره بچه حتما alt بذارید، میگیم که اسم محصول رو به فرض مثال اینجا به هم نمایش بده. خب این تا اینجا. بعد این تگ A باید چی بذاریم؟ میام یک دایو دیگه اینجا قرار میدم، کلاس product box content. خب یه محتوایی هم باید بذاریم که حالا اسم و دیگه بقیه چیزایی که نیاز داریم رو بهش بدیم، قیمت، مخصوصا قیمت هم باید باشه. خب اینجا تگ A رو میذارم، توی کانتنت میگم که اسمش از item.name، ولی یه کلاسی باید فکر میکنم بهش میدادم، کلاسش رو اگه بتونم پیدا کنم، product box title همین. خب این هم حالا واسهش گذاشتیم. در آخر میتونیم قیمتش رو هم بذاریم، یعنی بیایم توی در واقع این قسمت یه دایوی باز کنیم، کلاس box row رو بهش بدم و اینجا حالا بچه ها میتونم یه اسپند بذارم و قیمت رو بهش بدم. بذارید یه کلاسی هم فکر میکنم قبلا نوشته شده از قالبی که گرفتیم، کلاس اسمش بود، باید بنویسم تا یادم بیاد، product box، فکر کنم همون رو باید میدادیم بهش، بله product box رو. حالا بچه ها اجرا میکنیم، اگه بد بود مشکلی نداره، عوض میکنیم، میگیم از item price تو استرینگ کن، سرقم سرقم برای ما جدا کن و یک ریال هم بزن به آخر ماجرا. خیلی خوب، بذارید بریم ببینیم به چه صورت شد. من یه ریبیلد اینجا انجام بدم و کارمون رو ببینیم، اگر مشکلی داشت اون رو برطرف کنیم که احتمالا مشکل هم خواهد داشت. حالا بذارید ریبیلد انجام بشه. فعلا دسته‌بندی میزنم، محصولات دسته رو نمیاره، هیچ فیلتری نذاشتم چون محصول ندارم. تا در واقع بخوام یه سری محصول ثبت کنم، مثلا همین ایسر رو میزنم، هرچی محصول دیتابیسمه، بذارید ببینم چند تا محصول هست. من خودم فکر میکنم یکی دو تا محصول گذاشتم، سه تا محصوله. خب همشون هم کاتگوری و استورشون یکی هست، نه این کاتگوریش فرق میکنه، کاری نداریم، مثلا اینجا فیلتر کاتگوری گذاشته نشده. خیلی خوب ببینید مشکل داره، به بدترین شکل ممکن داره این محصولات رو به من نشون میده و در حالی که اینا باید میومدن اینجا قرار میگرفتن. حالا یه سوال اینه که اصلا چرا تصویر رو درست نشون نداد؟ روش میریم اون داره کار میکنه، فروشگاه داره میاد، ولی خیلی بد شده و باید این رو ما بیایم و چیکار کنیم، باید درست کنیم. خب اجازه بدید من اینجا یه سیف کردم، CSS ها در واقع CSS هایی هم که میخواستیم رو قرار دادم، درسته بچه ها؟ بله اینجا من گذاشتم، مشکلی نیست. بذارید یه چکی با هم دیگه داشته باشیم تا اینجاییم و امیدوارم که مشکلی نباشه. این پول رایت رو بذارید من یه لحظه بگیرم از اینجا ببینیم داستان این چیه، هیچ تغییری نکرد. آها داره بیلد میکنه، بذارید این بیلدش انجام بشه، یا من اینجا
پول رایت رو اصلا بذارم، پول رایت رو بذارم، بیام استایل هدینگ صفر هم بدم. خب بعدش ما باکس داریم، بعدش ما دیتیلمون رو داریم، بعد مین سلر رو داریم، اوکی، بعد تصویرمون رو گذاشتیم تا اینجا که موردی نیست، بعد ما کانتنتمون رو گذاشتیم. کجاست؟ اینجا ما کانتنت گذاشتیم، یه تگ ای خیلی ساده، خیلی خوب، بذارید من یک ریبیلد اینجا انجام بدم. منتظریم تا انجام بشه. دوستان عزیز من یه تستی مجددن درست عمل نکرد، من یه بررسی دیگه ای بکنم ببینم اوضاع از چه قراره. خب یه بار دیگه بچه ها من نگاه کنم، این که در واقع زیرش آورده میداره این رو دنبال میکنه، انگار این سمت نیومده. من یه چیزی رو کنترل کنم. خب باید دقیقا بعد، بله این الان خودش یه ایراده، ما جای بدی این رو گذاشتیم، بعد اون دایومون تموم بشه و بعد بذاریم اینجا. یعنی خیلی خوب الان جاش بهتر شده. بذارید من یه آزمایش دیگه ای بکنم ببینید این دایو باید تموم بشه که مربوط به سایدبار سمت راستمون بود، بعد این دایو شروع بشه. من جاشو بد گذاشتم، پوزش میخوام ازتون. حالا الان یک بار دیگه یه رفرشی کنیم. بله حالا بهتر شد. خب محصولات اینجا داره گذاشته میشه، اما اوکی روشن میریم این میاد، ولی چرا عکس ها رو نمایش نداده؟ اجازه بدید من این رو یه کنترلی بکنم اگر شما موافق هستید. خب من بیام و توی ایمیجز اوپن بای فولدر بزنم، بیام سراغ پروداکت. خب اینجا که نیست، کجا میرفته عکس ها؟ توی گالری؟ گالری هم نیست. یا بذارید، خب شاید کلا عکس ها به درستی تعریف نشده. من همین عکسایی که الان وجود داره کجاست؟ من انگار عکس ها رو نذاشتم. بذارید من یه کاری کنم، من همین عکسایی که وجود داره مثلا بیام تو گالری، به فرض مثلا این عکسام بگیرم، یه کپی ازش بیام توی پروداکتس پیست کنم، همین اسما رو بدم، این اسم رو بدم به این محصول، محصول اول، چون عکس ها رو لود نکرد به درستی. من ببینم مشکل از اسم یا نه، که احتمالا از همین باشه، اسم اسامی ایراد داشت. بذارید بعد من باید کامل چند تا محصول درست تعریف کنم که موردی پیش نیاد. یه بار دیگه اینجا رفرش کنم. بله الان درست شد. البته تصاویر رو اونجوری که ما در واقع میخوایم داره نمایش نمیده، ولی باید درستش کنیم. اسم محصول رو آورده، حالا اسم محصول کوتاهه، بعدم نمیشه اسمش رو وسط چین کنیم. ببینید بچه ها، به من از اینکه روی هر کدوم میرم میزنه فروشگاه همراه، ولی دقیقا اون فروشندش رو داره نشون میده که اینجا هستش. حالا بقیه در زیر سطر قرار میگیره، ما کاری به این ماجرام نداریم. خب این تا اینجا، این زیرم باید آیتم های دیگه ای قرار بگیره حتما. حالا بعدم نمیشه اینجا یه در واقع تایتلی هم داشته باشه، مثلا دستبندی یا همچین چیزی هم براش بذاریم که بقیه موارد رو انجام میدیم. تو صفحه کامل نیست، داریم یواش یواش اینا رو کامل میکنیم، میریم توی قسمت بعدی و یک در واقع دستی به این
فرممون میکشیم و آمادش میکنیم که بخوایم وارد مباحث اصلی فیلتر در این صفحه بشیم. ممنون از اینکه ما رو تماشا میکنید، همچنان با ما همراه باشید.